خیز دگر بار خیز خیز که شد رستخیز مایه صد رستخیز شور دگر بار من گرز خزان گلستان چون دل عاشق بسوخت گرز خزان گلستان چون دل عاشق بسوخت نقرخ آن گلستان گلشن و گلزار من باغ جهان سوخته باغ دل افروخته سوخته اسرار باغ ساخته اسرار من نوبت عشرت رسید ای تن محبوس من خلعت صحت رسید ای دل بیمار من. گرنده برنامه پنجره اروپا هستین. برنامه ویژه داریم با مناسبت خاموشی اکادمیسیان دکتر اکرم عثمان که به تاریخ 11 امه ماه جاری آگست در کشور سویدن چشم از جهان بست. فعلا ما روی خط اسکایپ نه بلکه فیسبوک جناب آقای حامد نظری را داریم، از مؤلفانی که چندین اثر استاد بسیار موفقانه آرایش و پیرایش دادن و منتشر کردن. جناب آقای نظری بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه ما. درود و سلام به خدمت شما و همه دوستان عزیز تقدیم میکنم. خب من دو کتاب دکتر صاحب اکرم عثمان چاپ کردم، یکی کتاب گرانسنگ کوچه ما که در دو جلد نخست در شهر کن و بعد در کابل چاپ باز چاپ شد و پخش شد. دوم اثرشان کمی تقریبا 3 ماه پیش به چاپ رسید به نام بازوی بریده است که چاپ کرده میشه. بله. دو اثر ماندگار که تقریبا هر دو این اثر یک بازگوی دوباره تاریخ افغانستان و تاریخ مخصوصا این 3 دهه و اند که در بالای مردم افغانستان گذشته، یک بیان با یک زبان شیرین، یک زبان و خیلی دلنشین و جالبه که چنگ به هر دل میزند با نوشته هایش، واژه ها، مثال ها و چنان مایرانه و استادانه و زبان پالوده و روان آمیانه و مردمی و در عین حال با بار سیاسی اجتماعی با یک ادبیات خاص می نگارد. آنچه که جالب است در آثار دکتر اکرم عثمان که تاریخ بیان تاریخ معاصر ماست که خواننده خودش با هر ورقی که در کتاب میزنه از ایام رفته زندگانی خود به خاطراتش زنده میسازه، زندگی که خود در روزگاران تراژید سپری کرده و همه بدبختی ها را تجربه کرده و چشم سر دیده است. آثار دکتر اکرم عثمان آثار جاویدانی در ادبیات افغانستان بود، آن طوری که شکل نگارش و آن طوری که در متن و متون آثار ایشان ویداست، چی داستان هاست و چی در آثار سیاسیشان است، یک موضوع و یک آثار گرانمایه و جاویدان خواهد. تشکر آقای نظری، بسیار لطف کردین و شما بسیار کار پربار و مفید و مثمر را انجام دادید. بله، پیش از همه بر همه بازماندگان دکتر صاحب مرحوم و همچنان تمام جامعه فرهنگی کشور سفر به بازگشت و دردناک جناب دکتر صاحب تسلیت عرض میکنم. واقعا که در گذشت چونو شخصیت بزرگ فرهنگی، ضایعه بسیار بزرگ و جبران ناپذیر است و پیکر فرهنگ کشور و نه تنها کشور بلکه گستره زبان فارسی، چون فارسی دری، چون جناب دکتر صاحب نه تنها در افغانستان بلکه یک شخصیت شناخته شده در سطح منطقه بودند که در کشورهای ایران و کشورهای آسیای میانه و دیگر کشورها هم شان به عنوان یک داستان نویس، یک گوینده موفق، یک فرهنگی و یک نویسنده میشناختن. خدمت شما عرض کنیم که ما با جناب دکتر صاحب آشنایی بسیار دیر دارم،
تقریبا در میانه های سالهای دهه 80 بود که من جناب شما در مسکو همراهشون آشنا شدم. بعد از او چندین بار در کابل پای صحبتشون نشسته بودم و البته پیش از اینکه من از نظر فیزیکی با اونا آشنا شدم، از نظر روانی سالها پیش از او از طریق امواج رادیو صدای مبارکشان در برنامه های مختلف، مخصوصا مجله رادیویی که داستانهای کوتاهشان با صدای بسیار رسا و دلگیر و صدایی که چنگ به دلها میزد میشنیدم و همیشه با بسیار اشتیاق پای رادیو روزای جمعه میشنیدم میشیشتم و برنامه هایی که دکتر صد ترتیب کرده بودن رو هم میشناختم. بعد از در سالهای بعدی هم بعد از اینکه جناب دکتر صاحب مهاجر شدن و پناهگزین شدن به اروپا، از طریق تلفن بارها با ایشان تماس داشتیم و حتی نامه های هم مبادله می کردیم. به هر حال پای که ناشاد سفر به بازگشت استاد دوست فریخته و نست و ورجهاند بزرگ خدا، وقتی که مدر یافتم روان ما یک اندوه بسیار بیکران فرا گرفت و بسیار با یک دریغ پیش خود احساس میکردم که استاد رفت و چه زود رفت. و چیزی که بسیار بر ما دردآور بودی بود که استاد بر ما یک وعده کرده بودن و وعده اطور بود که ما یک روز با ایشان تلفنی تماس گرفتم، گفتم استاد من از شما یک خواهش دارم. اونا مثل همیشه تک کلام داشتن که مهربان هستین و لطف بفرمایین و همچون مسائل. خب به هر حال ما برش گفتم، برشان گفتم که استاد من در نوجوانی هرگاهی که از نزدیکای دیوارهای عرق میگذاشتم به ماهوای اندیشه به خاطر میامد و پیوسته از خود میپرسیدم که در پشت دیوارهای بلند چی میگذرد، آدم هایی که در زندگی میکنن چی میکنن. و البته من تصور کرده میتونستم که مثلا در یک شامگاه شاه در درون حرمسرا نشسته و نزدیک چمنها و درباریان در اطرافش است و فواره های آب است و آبنماها و امکان دارد که یک گروه موسیقی کلاسیک هم یک استاد را درباری بخونه، همچه تصوراته. ولی در مورد زندگی واقعی کسانی که در پشت دیوارهای ارگ زندگی میکنن، البته منظور من زندگی سیاسی نیست، فقط زندگی عادی از اینا، سوالات همیشه بود و باز با شوخی برشان گفتم که شما در یک زمان در دوره داوود خان مقرب الخاقان بودین و تنها شاید کسی باشین که میتونین در درباره زندگی آدم های پشت دیوارهای ارگ یک داستان بلند بنویسین و همه رازها و اسرار مگوی آنور کنگره‌های ارگ باستاب بدین. خب باید رو ادامه دادم که ارگنشین ها هم از جمله خلایق هستند و عشقها و دردها و شیفتگی های دارند، آدم های هستند که زندگانی خاص دارند. و چه خوب شد شده اگر شما در باره زندگی و رازها و رمزهای پشت دیوارهای هر یک داستان بنویسید. استاد با صدای دلنشین خود با یک لبخندی که همیشه داشتن و خنده گفتن که عجب عنوان جالب در پشت دیوارهای هر یا در آن سوی دیوارهای هر سوژه بسیار جالب است و چه پیشنهاد خجسته و فرخنده. و با مو صدای بسیار زیبای خود گفتن از یار یک اشاره و از ما بسر دیدن و چشم. اما اجازه بتین که فعلا من سرگرم یک کار بگستم و با مرزی که کار تمام شد من در این باره فکر میکنم. خب متاسفانه که استاد در گذشت و من فکر نکنم که اونا فرصت یافته باشند که این داستان را که واقعا میتونست بسیار بر کل باشندگان کابل و به تمام شهروندهای کشور ما بسیار جالب باشه شاید نوشته نتانسته باشن. بعد این خاطر من واقعا بسیار ناامید شدم و بسیار جگرخون شدم. روز یک شنبه یعنی پری روز بسیار من وضع خوب نبود و امید در گذشت استاد بسیار یک شو که بسیار سنگین به سر ما بود. خب بعدی من روزایی که بسیار دلگیر باشم در شهر فرانکفورت کنار دریای ماین میرم و نمونجا یک قدم میزنم در میان راروها و درختانی که در دو طرف رودخانه است. خب اتر فکر میکردم که در موز میان موجهای آب استاد همونجا هست و بگویا با ما صحبت میکنم. من بسیار هم اتر جگرخون برشان به فکر خود دیگه گفتم استاد شما به ما مخته بودین که مردها را قول است، ما ایر از دبستان شما فرا گرفته بودیم،
چرا شما به قولتان وفا نکردین؟ چرا رفتین؟ چرا داستان پشت دیوارهای ارگ نانوشته رفتین؟ قول شما چی شد؟ اینطور یک الهام پیش ما آمد، یک چیز گویا که یک ندای آمد که استاد بسیار با صدای بلند و با لبخنده که او وقتا را باد بدرود، اکنون در پشت دیوارهای بلند هر نامردان را میدهند. من چرا نوشته کنم؟ خب به هر ترتیب واقعا صرف نظر از اینکه برگذشت استاد، سر شخص خودم را به عنوان یک کسی که ایشان از نزدیک میشناختم و از محضرشان به عنوان یک استاد بزرگوار و یک راهنما فراوان مستفید شده بودم، نه تنها بر ما بلکه بر تمام دوستانشان که از نزدیک بودم اشناختن و کسانی که عاشق داستانهایشان بودن و هوادارشان بودن بسیار ناگوار و دردآور بود. چنانچه در صحبت تلفنی که با استاد نازمی داشتم همچنان بسیار دیدم که استاد جگرخون هستن و بسیار در ماتم و اندون نشستن و گفتن که یک مصاحبه با بی‌بی‌سی داشتن در حدود 15 دقیقه در باره استاد و همچنان از بعض دوستای مشترک داره با هر کسی که یا بر ما زنگ زدن یا ما بر از اون را زنگ زدن، اما بسیار اندوگین و جگرخون بودن و واقعا یک ضایعه جبران ناپذیر است در گذشت استاد بر تمام جامعه فرهنگی ما. و من امیدوار هستم که دولت مردانی که در کابل نشستن توجه بایسته را بکنن و با برگزاری سمینارها، نشستها و ارزیابی همه‌جانبه آثار استاد با چاپ کلیات آثار از اونا عمودینی که دارن ادا کنن و اگر کسان در پشت دیوارهای هر متوجه از این موضوع نیستند، این بر فرهنگی های کشور است که با صدای رسا از طریق رسانه ها این صدا را بلند کنن که یک بزرگداری بایسته و شایسته و بایی که مولاد یک جادی به نام استاد یاد شده یا ایست که یک تشکر. بسیار زیاد تشکر. ما متاسفانه بیشتر وقت نداریم. واقعا آنطور که شما فرمودین، اما که استاد خلیلی بزرگ میگه که مرد نمیرد به مرگ، مرگ از او نام جوست، نام چو جاوید شد مردنش آسان کجاست. با امی بیت استاد ما روح و روان دکتر اکرم عثمان شاد میخواییم. بسیار با افتخار زندگی کردن و ای کاش نصیب هر انسان چنین افتخار شود. مرگ حق است و همه ایرارا پیمودنی است، ولی دکتر اکرم عثمان عزیز ما راه بسیار عالی و انسانی و بالاتر از انسانی را پیمود. روح و روانشان را شاد میخواهیم و از تمام اشتراک کنندگان برنامه امشب ما که با کمال صمیمیت در برنامه امشب ما اشتراک کردند، از شما آقای آریانفر و از سایر میمانای برنامه جهان سپاس میکنیم، از آقای انجینیر شریفی از زحمات بسیار زیادشان، از تلویزیون پیام افغان و همچنان مراتب تسلیت از جناب آقای عمر خطاب و کارکنان تلویزیون پیام افغان که اونا برای ما وسیله شدن، هم برای جناب دکتر صاحب و فامیل، برای فامیل جناب دکتر صاحب اکرم عثمان و برای کافه مردم افغانستان و فرهنگ دوستان تقدیم می داریم. بیننده های عزیز، خدا یار و مددگار.